Instead, they become emboldened. این توافق ایران را جسورتر کرد و این وضعیت بیشتر از این طول نخواهد کشید. That won't take place much longer. تعجب می‌کنم اگر ایران به توافق هسته‌ای پایبند بماند. اما چرا پیش‌بینی کرد توافق برجام به درازا نخواهد کشید؟ این نقشه باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سناست که میگوید مهم است کاری کنیم که توپ در زمین ایران بیفتد. برای پاره کردن این توافقنامه هسته‌ای بسیار مهم است که حمایت همپیمانانمان را داشته باشیم. و اگر میخواهیم توافق را به هم بزنیم باید تقصیر ایران باشد نه آمریکا. اما چطور چنین کنند وقتی به قول کاکس استاد دانشگاه نیویورک نوکلیر agreements with Iran. این توافق اتمی با ایران حالا به موضوع پرچالشی در آمریکا تبدیل شده. دولت تلاش می‌کند ثابت کند که توافق خطرناکی برای آمریکا بوده. اما فعلا همراهی اروپا را ندارد و برخی از مشاوران ترامپ نگران برخورد ایران بعد از خروج آمریکا از توافق هم هستند. پاسخ را باید در خبری که از کاخ سفید و رسانه‌های نزدیک به ترامپ مثل فاکس نیوز منتشر شده یافت. آنجا که فاکس به صراحت اعلام کرده دولت آمریکا بازرسی از پایگاه‌های نظامی مشکوک ایران را خواهان است. احتمالاً همین چیزها و تهدیدهای آمریکا درباره برجام و تحریم‌های اخیر یکی از محورهای گفتگوی چند روز پیش وزیر خارجه ما آقای ظریف با گوترش دبیر کل سازمان ملل هم بود. بسیار دیدار خوبی بود در مورد اجرای برجام. دیدگاه‌های مشترک زیادی داریم برای همکاری. نگرانی اروپا و سازمان ملل در حالی که ترامپ تیلرسون وزیر خارجه‌اش را هم به خاطر اصرار بر رویکرد محاسبه شده‌تر و فعلاً تمدید توافق هسته‌ای به مرخص فرستاده. باید منتظر بود و دید تا کمتر از 3 ماه دیگر وقتی اعلام نتیجه بازنگری برجام است امریکا چند بهانه دیگر پیدا می کند. این بار در ابتدای پاییز چه کسی جوجه ها را می شمارد؟ کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.